سوره مجادله جزء 28 بسم الله الرحمن الرحیم به راستی الله سخن زنی را که درباری شوهرش با تو مجادله می کرد و به الله شکایت می برد شنید و الله گفتگوی شما را می شنید بیگمان الله شنوای بیناست کسانی از شما که زنانشان را زهار می کنند آنان هرگز مادرانشان نیستند مادرانشان فقط کسانی اند که آنها را زاده اند بیگمان آنها سخنی زشت و دروغ می گویند و همانا الله عف کننده آمرزگار است و کسانی که زنانشان را زهار می کنند سپس از آنچه گفته اند باز می گردند پس باید پیش از آمیزش جنسی با هم برد ای را آزاد کنند این حکمی است که به آن پند و اندرز داده می شوید و الله به آنچه می کنید آگاه است پس کسی که برد ای را نیابد پیش از آمیزش جنسی دو ماه پی در پی روزه بگیرد و کسی که نتواند پس شست مسکین را تعام دهد این حکم برای آن است که به الله و رسولش ایمان بیاورید و اینها حدود و احکام الهی است و برای کافران عذاب دردناکی است همانا کسانی که با الله و رسولش دشمنی می کنند خار و ذلیل می شوند همان گونه کسانی که پیش از آنها بودند خار و ذلیل شدند و به راستی ما آیات روشنی نازل کردیم و برای کافران عذاب خار و رسوا کننده است روزی که الله همه آنها را برمی انگیزد پس آنها را از آنچه کرده اند با خبر می سازد همان اعمالی که الله حساب آن را نگه داشته و آنها فراموشش کرده اند و الله بر همه چیز گواه و ناظر است مگر ندید ای که الله آنچه را که در آسمان و آنچه که در زمین است میداند هیچ نجوایی میان سه نفر نباشد مگر آنکه او چهارمین آنهاست و پنج نفری نیست مگر آنکه او ششمین آنهاست و نه کمتر از آن و نه بیشتر مگر آنکه هر کجا باشند او همراه آنهاست سپس روز قیامت آنها را به آنچه کرده اند با خبر می سازد الله به همه چیز داناست ای پیامبر مگر ندیدی کسانی را که از نجوا نه شدند سپس به آنچه از آن نه شده بودند باز میگردند و به گناه و تجاوز و نافرمانی پیامبر نجوا می کنند و هنگامی که نزد تو می آیند تو را تهیتی گویند با کلماتی که الله با آن تو را تهیت و سلام نگفته است و در دل خود میگویند چرا الله ما را به کیفر آنچه میگوییم عذاب نمی کند جهنم برای آنها کافی است به آن وارد می شوند پس آن بد سرانجام و جایگاهی است ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که با یکدیگر نجوا میکنید پس به گناه و تجاوز و نافرمانی رسول الله نجوا نکنید و به نیکی و پرهیزگاری نجوا کنید و از الله بترسید که به سوی او محشور خواهید شد جز این نیست که نجوا از سوی شیطان است تا کسانی را که ایمان آورده اند اندوه گین سازد و جز به فرمان الله نمی تواند هیچ ضرری به آنها برساند پس مؤمنان باید بر الله توکل کنند ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که به شما گفته شود در مجالس جا باز کنید پس جا باز کنید الله برای شما گشایش می آورد و هنگامی که گفته شود برخیزید پس برخیزید الله مقام و درجات کسانی را از شما که ایمان آورده اند و کسانی را که علم داده شده اند بالا می برد و الله به آنچه می کنید آگاه است ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که می با رسول الله نجوا کنید پس پیش از نجوایتان صدقی در راه الله بدهید این کار برای شما بهتر و پاکیزه تر است پس اگر نیابید بیگمان الله آمرزنده مهربان است آیا از فقر ترسیدید که پیش از نجوایتان صدقاتی دهید؟ پس چون چنین نکردید و الله از شما درگذشت پس نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و الله و پیام را اطاعت کنید و الله به آنچه می آگاه است ای پیامبر آیا ندیدی کسانی را که دوستی کردند با قومی که الله بر آنان خشم و غضب کرده است آنها نه از شما هستند و نه از آنان و بر دروغ سوگند یاد می کنند که مسلمان هستند در حالی که خودشان میدانند که منافق هستند الله عذاب سختی برای آنها آماده کرده است بیگمان بد است آنچه انجام می دادند. آنها سوگندهای خود را سپر قرار دادند پس مردم را از راه الله باز داشتند لذا برای آنها عذاب خار کنندی است هرگز اموالشان و فرزندانشان چیزی از عذاب الله را از آنها دفع نخواهد کرد آنها اهل آتش دوزخند و جاودانه در آن میمانند روزی که الله همه آنها را برمی انگیزد پس آنها برای او نیز سوگند یاد می کنند همان گونه که امروز در دنیا برای شما سوگند یاد می کنند و گمان می کنند که بر چیزی سودمند هستند آگاه باشید و بدانید که آنها دروغ گویانند شیطان بر آنها چیره شده پس یاد الله را از خاطر آنها برده است آنها حزب شیطان هستند و آگاه باشید و بدانید که حزب شیطان زیانکارانند بیگمان کسانی که با الله و پیام مخالفت و دشمنی می کنند آنها در زمره خارترین افرادند الله مقرر داشته است که یقینا من و رسولانم پیروز می شویم بیگمان الله نیرومند و شکست ناپذیر است ای پیامبر هیچ قومی را که ایمان به الله و روز قیامت دارند نمییابی که با کسانی که با الله و رسولش دشمنی و مخالفت می دوستی کنند اگر چه پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خیشاوندانشان باشند آنها کسانی هستند که الله ایمان را در صفحه دلهایشان نوشته است و به روحی از جانب خود آنها را تقویت و تأیید نموده است و آنها را به باغهایی از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر درختان آنجاری است جاودانه در آن میمانند. الله از آنها خشنود است و آنها نیز از الله خشنودند. آنها حزب الله هستند آگاه باشید و بدانید همانا حزب الله رستگارانند سوره هشر جزء بیست و هشت بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای الله تسبیح می گویند و او پیروزمند حکیم است او کسی است که کسانی از اهل کتاب را که کافر شدند با نخستین برخورد و گرد آوری لشکر از دیارشان بیرون راند گمان نمی کردید که آنها خارج شوند و خودشان نیز گمان می کردند که دشهای محکمشان آنها را از عذاب الله مانع می شود پس عذاب الله از جایی که گمان نمی کردند به سراغشان آمد و در دلهایشان ترس و وحشت افکند به گونه ای که خانه های خود را با دست خود و با دست مؤمنان ویران می کردند پس ای دیده وران عبرت گیرید و اگر الله ترک وطن و آوارگی را بر آنان مقرر نداشته بود یقینا آنها را در همین دنیا عذاب می کرد و برای آنان در آخرت عذاب آتش جهنم است این آوارگی و عذاب به خاطر آن است که آنها با الله و پیام برش مخالفت و دشمنی کردند و هر کس با الله مخالفت و دشمنی کند پس بی گمان الله سخت کیفر است آنچه از درخت خرما بریدید و یا آن را ایستاده بر ریش اش باقی گذاردید به فرمان الله بود تا فاسقان را خار و رسوا سازد و آنچه الله از اموال آنها به پیام برش باز و بخشیده است پس بر آن اموال نه اسبی تاختید و نه ولی الله رسولانش را بر هر کس بخواهد چیره میگرداند و الله بر هر چیز تواناست و آنچه الله از اموال اهل آبادیها به پیام برش باز گردانده و بخشیده است پس از آن الله و رسول و خیشاوندان او و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است تا این اموال در میان ثروتمندان شما دست به دست نشود و آنچه که رسول الله به شما بدهد آن را بگیرید و از آنچه که شما را از آن نه کرده است پس خودداری کنید و از الله بترسید بیگمان الله سخت کیفر است این اموال فی برای فقرای مهاجری است که از خانه و اموالشان بیرون رانده شدند از الله فضل و خوشنودی می طلبند و الله و پیام برش را یاری می کنند آنها راستگویانند و نیز برای کسانی که پیش از آنان در دیار خود جای گرفتند و نیز ایمان آورده بودند کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می دارند و در دلهای خود از آنچه به مهاجران داده شده احساس حسد و نیازی نمی کنند و آنها را بر خود مقدم می دارند، هرچند خودشان نیازمند باشند و کسانی که از بخل و حرس نفس خیش باز داشته شده اند پس آنها رستگارانند و نیز کسانی که بعد از آنها بعد از مهاجران و انصار آمدند می گویند پروردگارا ما را و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دلهای من کین ای نسبت به کسانی که ایمان آورده قرار مده پروردگارا بیگمان تو رعوف و مهربانی آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران اهل کتابشان که کفر ورزیده اند میگویند اگر شما را از سرزمینتان بیرون کنند ما نیز با شما بیرون خواهیم آمد و هرگز سخن کسی را در مورد شما اطاعت نخواهیم کرد و اگر با شما جنگ شود البته یاریتان خواهیم کرد و الله گواهی می دهد که آنها دروغگو هستند اگر آنها را از وطن بیرون کنند با آنها بیرون نمی روند. و اگر با آنها جنگ شود یاریشان نخواهند کرد و اگر هم یاریشان کنند البته پشت به میدان کرده فرار می کنند، سپس یاری نمی شوند. ای مؤمنان، همانا وحشت از شما در دلهای آنها بیشتر از ترسشان از الله است. این بدان سبب است که آنها قومی هستند که نمی فهمند. آنها هرگز دست جمعی با شما نمی جنگند جز در ها و دشهای محکم یا از پشت دیوارها، نزا و جنگشان در میان خودشان سخت است تا آنها را متحد میپنداری در حالی که دلهایشان پراکنده است این بدان سبب است که آنها قومی هستند که تعقل نمی کنند داستان اینها همانند داستان کسانی است که اندکی پیش از آنان بودند طعم عاقبت کار بدشان را چشیدند و برای آنها عذاب دردناکی است همچون داستان شیطان است هنگامی که به انسان گفت کافر شو پس چون کافر شد گفت بیگمان من از تو بیزارم من از الله پروردگار جهانیان میترسم. پس سرانجام کار هر دوی آنها این شد که هر دوی آنها در آتش دوزخ خواهند بود جاودانه در آن میمانند و این است کیفر ستمکاران ای کسانی که ایمان آورده اید از الله بترسید و هر کس باید بنگرد که برای فردا چه پیش فرستاده است و از الله بترسید بیگمان الله به آنچه انجام میدهید آگاه است و همچون کسانی نباشید که الله را فراموش کردند پس الله نیز خودشان را فراموششان ساخت آنها بدکار و نافرمانند هرگز اهل جهنم و اهل بهشت یکسان نیستند اهل بهشت رستگارانند اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم یقینا آن را از ترس الله خاکسار و از هم پاشیده می دیدی و این مسئله ها را برای مردم میزنیم شاید که بیندیشند او الله است که جز او معبودی راستی نیست دانای غیب و آشکار است او بخشنده مهربان است او الله است که جز او معبودی راستی نیست پادشاه نهایت پاک منزه و سالم از هر عیب ایمنی دهنده نگهبان پیروزمند جبار و شایسته عظمت و بزرگی است الله پاک و منزه است از آنچه برای او شریک می آورند او الله است خالق نوآفرین نقش بند بی برای او نام های نیک است آنچه در آسمان ها و زمین است تسبیح او می گویند و او پیروزمند حکیم است سوره ممتحنه جزء 28 بسم الله الرحمن الرحیم ای کسانی که ایمان آورده اید دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید که با آنها طرح دوستی می افکنید. در حالی که آنها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده اند و رسول الله و شما را به خاطر ایمان آوردن به الله که پروردگارتان است از شهر و دیارتان بیرون می کنند. اگر شما برای جهاد در راه من بیرون آمده اید و برای خوشنودی من هجرت کرده اید هرگز پیوند دوستی با آنها برقرار نکنید شما پنهانی با آنها پیوند دوستی برقرار می کنید در حالی که من به آنچه که پنهان می دارید و آنچه که آشکار می سازید داناترم و هرکس از شما چون این کاری کند یقینا راه راست را گم کرده است اگر آنها بر شما دست یابند دشمنانتان خواهند بود و به آزارتان دست و زبان می و دوست دارند که شما نیز کافر گردید هرگز خیشاوندانتان و فرزندانتان روز قیامت به حالتان سودی نخواهند داشت الله در میان شما جدایی می اندازد و الله به آنچه انجام می دهید بیناست یقینا برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود دارد آنگاه که به قوم خود گفتند ما از شما و از آنچه غیر از الله می بیزاریم به شما کافر و منکر شده ایم. و میان ما و شما برای همیشه عداوت و دشمنی آشکار شده است تا اینکه به الله یگانه ایمان آورید مگر آن سخن ابراهیم که به پدرش آذر گفت البته من برایت آمرزش طلب می کنم و در برابر الله برای تو اختیار چیزی را ندارم پروردگارا بر تو توکل کردیم و به سوی تو روی آوردیم و بازگشت همه به سوی توست پروردگارا ما را دست خوش فتنه کافران قرار مده و ما را بیامرز ای پروردگار ما بیگمان تو پیروزمند حکیمی مسلما برای شما در زندگی آنها ابراهیم و یارانش سرمشق خوبی است برای کسانی که امید به الله و روز قیامت دارند و هر کس روی گردان شود پس همانا الله بینیاز ستوده است امید است که الله میان شما و کسانی از مشرکین که با آنها دشمنی داشته اید پیوند دوستی برقرار کند و الله تواناست و الله آمرزنده مهربان است الله شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما نجنگیده اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند نه نمی کند بیگمان الله ادالت پیشگان را دوست دارد تنها شما را از دوستی با کسانی نه می کند که در امر دین با شما جنگیده اند و شما را از دیارتان بیرون کرده اند و بر بیرون راندن شما دیگران را کمک و پشتیبانی کرده اند و هر کس با آنها رابطه دوستی بگیرد پس آنان ستمکارانند ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که زنان مؤمن هجرت کرده به نزد شما آیند پس آنها را آزمایش کنید الله به ایمانشان داناتر است پس اگر آنها را زنانی مؤمن یافتید آنها را به سوی کفار باز نگردانید نه آنها برای آنان حلالند و نه آنها برای اینها حلالند و آنچه را شوهران کافر خرج کرده اند به آنها بدهید و گناهی بر شما نیست که با آنها ازدواج کنید هرگاه مهریشان را به آنها بدهید و در صورت ارتداد از اسلام به عقد زنان کافر تمسک مجویید و آنها را رها کنید و آنچه را خرج کرده اید مطالبه کنید و کافران نیز آنچه را خرج کرده اند مطالبه کنند این حکم الله است که در میان شما حکم می کند و الله دانای حکیم است و اگر یکی از همسران شما به سوی کافران رفت آنگاه شما در جنگ بر آنان پیروز شدید و به انتقام از کافران برخواستید پس به کسانی که همسرانشان رفته اند همانند آنچه خرج کرده اند بدهید و از خدایی که شما به او ایمان دارید بترسید ای پیامبر هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آمدند تا با تو بیعت کنند بر آنکه چیزی را با الله شریک نسازند و دزدی نکنند و مرتکب زنا نشوند و فرزندان خود را نکشند و بهتان به افترایی را پیش دست و پای خود نیاورند که فرزندی را به دروغ به شوهرانشان نسبت دهند و در کارهای نیک نافرمانی تو نکنند پس با آنها بیعت کن و از الله برای آنها آمرزش بخواه بیگمان الله آمرزنده مهربان است ای کسانی که ایمان آورده اید با قومی که الله بر آنان خشم و غضب گرفته است دوستی نکنید آنها از آخرت معیوسند همان گونه که کفار از گور خفتگان معیوس هستند سوره صف جزء 28 بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است تسبیح الله می گویند و او پیروزمند حکیم است ای کسانی که ایمان آورده اید چرا چیزی را می گویید که عمل نمی کنید نزد الله سخت ناپسند و موجب خشم است آنکه چیزی را بگویید که عمل نمی کنید بی گمان الله کسانی را که چون بنیانی آهنین صف در راه او پیکار می کنند دوست دارد و ای پیام بر یاد آور هنگامی را که موسا به قومش گفت ای قوم من چرا مرا آزار و اذیت می رسانید در حالی که میدانید دانید بی گمان من فرستاده الله به سوی شما هستم پس چون آنها از حق منحرف شدند الله دلهایشان را منحرف ساخت و الله قوم نفرمان را هدایت نمی کند و یادآور باش هنگامی که عیسی پسر مریم گفت ای بنی اسرائیل بیگمان من فرستاده الله به سوی شما هستم آنچه از تورات که پیش از من بود تصدیق می کنم. و نیز مجد دهنده به رسولی هستم که بعد از من می آید و نامش احمد است پس هنگامی که او با معجزه ها و دلایل روشن به سوی آنان آمد گفتند این جادوی آشکار است و چه کسی ستم تر است از آن کس که بر الله دروغ بندد در حالی که او به دین اسلام دعوت می شود و الله گروه ستمکاران را هدایت نمی کند آنها میخواهند نور الله را با دهان خود خاموش کنند ولی الله کامل کننده نور خیش است هرچند کافران خوش نداشته باشند او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان غالب گرداند هرچند مشرکان خوش نداشته باشند ای کسانی که ایمان آورده اید آیا شما را به تجارتی راه نمایی کنم که شما را از عذاب دردناک نجات می دهد؟ به الله و پیام برش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه الله جهاد کنید اگر بدانید این کار برای شما بهتر است اگر چنین کردید الله گناهانتان را می بخشد و شما را در باغهایی از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر درختان آنجاری است و در خانه های پاکیز در بهشت جاویدان جای می دهد. این کامیابی بزرگی است و نعمت دیگری که آن را دوست دارید نیز به شما عنایت می که آن یاری از سوی الله و پیروزی نزدیک است و مؤمنان را به این پیروزی بشارت ده ای کسانی که ایمان آوردید یاوران دین الله باشید همان گونه که عیسی پسر مریم به حواریون گفت چه کسانی یاوران من در ابد به سوی الله هستند حواریون گفتند ما یاوران دین الله هستیم پس گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر شدند آنگاه ما کسانی را که ایمان آورده بودند بر دشمنانشان قوت و توانایی دادیم و سرانجام پیروز شدند سوره جمعه جزء 28 بسم الله الرحمن الرحیم آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است تسبیح الله میگویند الله که فرمان رواه پاک پیروزمند حکیم است او کسی است که در میان درس ناخواندگان رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها میخواند با آنها را پاک و تسکیه می کند و به آنان کتاب و حکمت میآموزد. و اگرچه پیش از این در گمراهی آشکار بودند و نیز این پیام بر بر گروه دیگری از آنان برانگیخته شده که هنوز به آنها نپیوسته اند و او پیروز منده حکیم است این فضل الله است که آن را به هر کس که بخواهد میبخشد بخشد و الله دارای فضل عظیم است مثل کسانی که به تورات مکلف شدند آنگاه بر نداشتند آن را همچون خریست که کتاب هایی را حمل می کند اما از آن چیزی نمیفهمد. چه بد است مسئله گروهی که آیات الله را تکذیب کردند و الله گروه ستمکاران را هدایت نمی کند ای پیام بر بگو ای کسانی که یهودی شدید اگر گمان دارید که تنها شما دوستان الله هستید نه مردم دیگر پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگویید ولی آنها به خاطر آنچه از پیش فرستاده اند هرگز آن آرزو را نخواهند کرد و الله ستمکاران را خوب میشناسد. ای پیام بر بگو بیگمان آن مرگی که از آن فرار می کنید یقینا به شما خواهد رسید سپس به سوی الله آن دانای غیب و آشکار بازگردانده می شوید. آنگاه شما را از آنچه انجام میدادید خبر میدهد. ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که در روز جمعه برای نماز از آن گفته شد به سوی نماز و ذکر الله بشتابید و خرید و فروش را رها کنید اگر بدانید این برای شما بهتر است پس هنگامی که نماز پایان یافت برای کسب رزق در زمین پراکنده شوید و از فضل الله طلب کنید و الله را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید و ای پیامبر برخی از این مردم هنگامی که تجارتی یا سرگرمی را ببینند به سوی آن پراکنده میشوند و تو را ایستاده بر منبر رها کنند بگو آنچه در نزد الله است بهتر از سرگرمی و تجارت است و الله بهترین روزی دهندگان است سوره منافقون جزء 28 بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان هنگامی که منافقان نزد تو آیند گویند ما گواهی می دهیم که یقینا تو فرستادی الله هستی و الله می داند که بیگمان تو فرستادی او هستی و الله گواهی می دهد که منافقان یقینا دروغگو هستند آنها سوگندهای خود را سپر قرار دادند پس مردم را از راه الله باز داشتند به راستی کار بسیار بدی انجام می دهند این بدان خاطر است که آنها ایمان آوردند سپس کافر شدند آنگاه بر دلهایشان مهر نهاده شد پس آنها در نمی یابند و هنگامی که آنها را ببینی جسم و قیافهشان تو را به شگفت آورد و اگر سخنگویند به سخنانشان گوش فرا دهی گویی آنها چوبهای تکیه داده به دیوارند هر بانگی را علیه خود میپندارند آنها دشمن واقعی هستند پس از آنان بر حذر باش الله آنها را بکشد چگونه از حق منحرف میشوند و هنگامی که به آنها گفته شود بیایید تا رسول الله برای شما آمرزش بخواهد سرهای خود را تکان میدهند و آنها را می بینی که از سخنان تو اعراض می کنند و تکبر می برزند. برای آنها یکسان است که برایشان آمرزش بخواهی یا آمرزش نخواهی الله هرگز آنان را نمی بخشد بیگمان الله قوم نافرمان را هدایت نمی کند آنها کسانی هستند که می گویند بر آنان که نزد رسول الله هستند چیزی انفاق نکنید تا پراکنده شوند و حال آنکه خزاین آسمان ها و زمین از آن الله است ولی منافقان در نمی آبند. آنها می گویند اگر به مدینه بازگردیم یقیناً صاحبان عزت زلیلان را از آنجا بیرون می کنند در حالی که عزت از آن الله و فرستادی او و مؤمنان است ولی منافقان نمی دانند. ای کسانی که ایمان آورده اید اموالتان و فرزندانتان شما را از یاد الله غافل نکند و هر کس که چنین کند پس آنان زیانکارانند و از آنچه به شما روزی داده ایم در راه الله انفاق کنید پیش از آن که مرگ به سراغ یکی از شما آید پس بگوید پروردگارا ای کاش مرگ مرا مدت کمی به تأخیر میانداختی. تا در راه تو صدقه بدهم و از صالحان باشم و الله هرگز مرگ کسی را هنگامی که عجلش فرا رسد به تأخیر نمی اندازد و الله به آنچه می آگاه است سوره تقابون جزء 28 بسم الله الرحمن الرحیم آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه تسبیح الله می گویند فرمان روایی از آن اوست و سپاس و ستایش نیز از آن اوست و او بر همه چیز تواناست او کسی است که شما را آفرید پس گروهی از شما کافرند و گروهی از شما مؤمن هستند و الله به آنچه می کنید بیناست آسمان ها و زمین را به حق آفرید و شما را در رحم مادرانتان شکل و صورت بخشید پس شکل و صورتتان را نیکو و زیبا گرداند و بازگشت همه به سوی اوست آنچه را که در آسمان ها و زمین است می داند و آنچه را که پنهان می دارید و آنچه را که آشکار می کنید می داند و الله از آنچه در سینه هاست آگاه است. آیا خبر کسانی که پیش از این کافر شدند به شما نرسیده است پس آنها تعم کیفر کار خود را چشیدند و برای آنها عذاب دردناکی است این بدان سبب است که پیام برانشان با معجزات و دلایل روشن به سوی آنان آمدند پس آنها از روی تکبر گفتند آیا بشری مانند ما میخواهد ما را هدایت کند؟ آنگاه کافر شدند و روی گرداندند و الله از آنها و ایمانشان بینیاز بود و الله بینیاز ستوده است کسانی که کافر شدند گمان بردند که هرگز برانگیخته نخواهند شد ای پیام بر بگو آری به پروردگارم سوگند یقینا همه برانگیخته خواهید شد آنگاه از آنچه می کردید به شما خبر خواهند داد و این کار بر الله آسان است پس به الله و پیام برش و نوری که نازل کرده ایم ایمان بیاورید و الله به آنچه می کنید آگاه است روزی که همه شما را در محشر گرد می آورد، آن روز روز مقبونی است و هر کس به الله ایمان آورد و کارهای شایسته انجام دهد گناهان او را میبخشد و او را به باغهایی از بهشت وارد میکند کند که نهرها زیر درختان آنجاری است جاودانه در آن میمانند. این کامیابی بزرگ است و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنان اهل آتش دوزخند که جاودانه در آن میمانند و بد سرانجام و جایگاهی است هیچ مصیبتی به انسان نمی رسد مگر به حکم و فرمان الله و هر کس به الله ایمان آورد الله قلبش را هدایت می کند و الله به همه چیز داناست الله را اطاعت کنید و رسول الله را اطاعت کنید پس اگر روی بگردانید بدانید که بر فرستاده ما وظیفه ای جز ابلاغ آشکار نیست الله کسی است که هیچ معبودی به حق جز او نیست پس مؤمنان باید بر الله توکل کنند ای کسانی که ایمان آورده اید به راستی بعضی از همسرانتان و فرزندانتان دشمنان شما هستند پس از آنها بر حذر باشید و اگر عف کنید و چشم بپوشید و ببخشید بیگمان الله آمرزندی مهربان است جز این نیست که اموالتان و اولادتان مایه آزمایش هستند و الله است که پاداش بزرگ نزد اوست پس تا جایی که می توانید از الله بترسید و گوش دهید و فرمان برید و انفاق کنید که برای خود شما بهتر است و کسانی که از بخل و حرس نفس خود مسون بمانند آنانند که رستگارند اگر به الله قرض الحسن بدهید آن را برای شما افزون می کند و شما را بیامرزد و الله قدر شناس برد است دانای پنهان و آشکار و پیروزمند حکیم است سوره طلاق جزء 28 بسم الله الرحمن الرحیم ای پیامبر هرگاه خواستید زنان را طلاق دهید پس آنها را در زمان آغاز عده طلاق دهید به حساب عده را نگه دارید و از الله که پروردگار شماست بترسید نه شما آنها را از خانه هایشان بیرون کنید و نه آنها بیرون روند مگر آنکه کار زشت آشکاری مرتکب شوند و این حدود الله است و هر کس از حدود الله تجاوز کند پس مسلما به خود ستم کرده است تو نمیدانی شاید الله پس از آن وضع تازه ای فراهم آورد که به صلح و آشتی منجر شود پس چون آنها را طلاق دادید و عده آنها به سر رسید آنها را به طرز شایسته ای نگه دارید یا به طرز شایسته ای از آنها جدا شوید و دو فرد عادل از خودتان را گواه بگیرید و شهادت را برای الله برپا دارید این حکمی است که کسی که به الله و روز قیامت ایمان دارد به آن پند و اندرز داده می شود و هر کس که از الله بترسد الله راه نجاتی برای او قرار می دهد و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد و هر کس بر الله توکل کند پس همان او را کافی است بی گمان الله فرمان خود را به انجام میرساند مسلما الله برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است و کسانی از زنانتان که از عادت ماهانه معیوس شده اند اگر شک کردید اده آنها سه ماه است و نیز آنها که حیز نشده اند و اده زنان باردار این است که بار خود را بگذارند و هر کس از الله بترسد الله کارش را برایش آسان می سازد این فرمان الله است که بر شما نازل کرده است و هر کس از الله بترسد الله گناهانش را از او می زداید و میبخشد و پاداش او را بزرگ میگرداند. آنان را در حد توانتان هر جایی که خودتان سکونت دارید سکونت دهید و به آنها زیان نرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید و پیش از پایان اد مجبور به ترک منزل شوند و اگر باردار باشند نفقه آنها را بدهید تا آنکه حمل خود را بگذارند پس اگر فرزندتان را برای شما شیر میدهند مزدشان را بپردازید به این کار را به نیکی و با مشورت همدیگر انجام دهید و اگر به توافق نرسیدید پس زن دیگری به درخواست شوهر او را شیر دهد آنان که دارا و ثروتمند هستند باید از دارایی و ثروت خود انفاق کنند و کسی که تنگ دست است پس باید از آنچه که الله به او داده انفاق کند الله هیچ کس را جز به اندازی توانایی که به او داده مکلف نمی کند الله به زودی بعد از سختی و تنگ دستی آسانی و گشایش قرار می دهد. چه بسیار اهالی آبادی ها که از فرمان پروردگارشان و فرمان پیام بران او سرپیچی کردند. پس ما به شدت از آنها حساب کشیدیم و به عذابی سخت و سهمناک آنان را عذاب کردیم. پس آنها طعم عقوبت کار خود را چشیدند و سرانجام کارشان زیان بود. الله عذاب سختی برای آنها آماده کرده است پس ای خردمندانی که ایمان آورده اید از الله بترسید محققا الله ذکر را به سوی شما نازل کرده است و نیز پیامبری به سوی شما فرستاده که آیات روشن الله را بر شما میخواند تا کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند از تاریکی ها به سوی نور بیرون آورد و هر کس به الله ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد الله او را به باغ های از بهشت وارد می کند که از زیر درختان آن نهر ها است جاودانه در آن بمانند به راستی الله رزق و روزیش را نیکو گردانیده است الله همان کسی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها را آفرید و فرمان الله پیوسته در میان آنها نازل می شود تا بدانید که الله بر هر چیز تواناست و آنکه علم الله بر همه چیز احاطه دارد سوره تحریم جزء 28 بسم الله الرحمن الرحیم ای پیامبر چرا چیزی را که الله بر تو حلال کرده است به خاطر خشنودی همسرانت بر خود حرام می کنی و الله آمرزنده مهربان است به راستی الله راه گشودن سوگندهایتان را برای شما مقرر داشته است و الله دوستدار و مولای شماست و او دانای حکیم است و انگامی که پیامبر به بعضی از همسرانش سخنانی را به راز گفت پس چون آن همسر آن را به دیگری خبر داد و الله او را بر آن آگاه کرد قسمتی از آن را برای او بیان کرد و از قسمتی دیگر خودداری نمود پس هنگامی که پیامبر او را از آن خبر داد گفت چه کسی این را به تو خبر داده است پیامبر فرمود الله دانای آگاه مرا خبر داده است ای همسران پیامبر اگر شما دو نفر به درگاه الله توبه کنید به سود شماست بیگمان دلهایتان از حق منحرف گشته است و اگر شما دو نفر بر علیه او همدست شوید پس بدانید که الله یاور و مولای اوست و نیز جبرئیل و مردمان شایسته از مؤمنان و فرشتگان نیز بعد از آن پشتیبان و مددکار او هستند چه بسا اگر شما را طلاق دهد پروردگارش همسرانی بهتر از شما برایش جای گزین کند که مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبکار، عبادت کننده، روزدار، بیوه و دوشیزه باشند ای کسانی که ایمان آورده اید خودتان و خانوادهتان را از آتشی که هیمه آن مردم و سنگ هاست نگه دارید آتشی که بر آن فرشتگان خشن و سخت گیر گمارده شده که هرگز الله را در آنچه به آنان فرمان داده نافرمانی نمی کنند و هرچه فرمان میابند انجام می ای کسانی که کافر شده اید امروز عذر خواهی نکنید جز این نیست که در برابر آنچه می کردید جزا داده می ای کسانی که ایمان آورده اید به سوی الله توبه کنید توبه ای خالص امید است پروردگارتان گناهانتان را از شما بزوداید و شما را به باقهای از بهشت که نهرها زیر درختان آنجاریست وارد کند روزی که الله پیامبر و کسانی را که با او ایمان آورده اند خار نمی کند نورشان پیشا پیش آنان و سمت راستشان در حرکت است میگویند پروردگارا نور ما را به تمام و کمال برسان و ما را بیامرز بیگمان تو بر هر چیز توانایی ای پیامبر با کفار و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر و جایگاهشان جهنم است و بد جایگاهی است الله برای کسانی که کافر شده اند همسر نوح و همسر لوط را مثل زده است که آن دو در نکاه دوتن از بندگان صالح ما بودند پس به آن دو خیانت کردند آنگاه آن دو بندی صالح نتوانستند چیزی از عذاب الله را از آن دو دفع کنند و به آن دو گفته شد همراه وارد شوندگان به آتش جهنم وارد شوید و الله برای کسانی که ایمان آورده اند همسر فرعون را مثل زده است هنگامی که گفت پروردگارا خانه ای برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کردارش نجات بده و مرا از قوم ستمگر رهایی بخش و نیز مریم دختر امران را مثل زده که شرمگاه خیش را پاک نگه داشت پس ما از روح خود در آن دمیدیم و او کلمات پروردگارش و کتابهای او را تصدیق کرد و از فرمان برداران بود،